به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانش آموزای خوب سال دهم رشته انسانی. امروز تاریخ سال دهم در مورد تست درس چهار رو شما کار میکنم. تا اینجا سه درس تست رو با هم کار کردیم. امروز میزیم درس چهار که تست اولی تست درس چهار شمالی تست 113. خب اولی سوال تستی: دوران طولانی از زندگی انسان که با ظهور او در پهنه گیتی آغاز شد، یعنی دیگه ابتدای آفرینش داره میگه، آفرینش انسان، زندگی انسان داره میگه، به چی میگن؟ بگه دوران پیش از تاریخ، هنوز خط اختلاف نشده که تا اختراع خط، تا اختراع خط حدود 5000 سال پیش به طول انجامید و آگاهی ما از این دوره متکی بر چیه؟ کدوم رشته تاریخ یا شیوه های مطالعه تاریخ از گذشته های بسیار دور مال ما خبر میکرد؟ کاوش های باستان شناسی دیگه. پس 113 گزینه ایده که به این شکل شد: دوران طولانی از زندگی انسان که با ظهور او در پهنه گیتی آغاز شد، دوران پیش از تاریخ نام گرفت، کتاب اختراع خط کتاب اولیه 5000 سال پیش به طول انجامید و آگاهی ما، اطلاعات ما از دورانهای بسیار دور و پیش از تاریخ از کجا اطلاعات کسب میکردیم؟ از یافته های باستانشناسی یا کاوش های باستانشناسی. 113 گزینه 1. 114 مورخان مشهورترین تقسیم بندی تاریخ بشر را بر اساس ویژگی های هر دوره از زندگی انسان ها به چند مرحله تقسیم کردند. به دو مرحله دیگه، هم از نظر اختراع خط و قبل از اون به دو دوره بود، یعنی یه دوره قبل اختراع خط و دوره بعد اختراع خط. از نظر نوع معیشت هم در واقع دوره جمع‌آوری دانه‌های خوراکی بعد تولید دانه‌های خوراکی، اینجا میشه دو دوره. از طرفی هم اصل سنگ و نوسنگی. پس به طور کلی دو تا مرحله تقسیم شد. 114 گزینه 1. 115 چه عاملی دلالت بر آن دارد که نخستین انسان‌بالاها حدود 4 میلیون سال پیش می‌زیستند؟ و در کجا می‌زیستند؟ اطلاعات ما از 4 میلیون سال پیش بر اساس چیه؟ شواهد باستان‌شناسیه. 4 میلیون سال پیش ابتدا باستان‌شناسی نشون داده که کجا انسان در کجا زندگی میکرد؟ در آفریقا، در آفریقا نخستین انسان بالاها، و بعدها گروهی از آنها به کجا کوچ کردن؟ به اروپا و آسیا. بعدها گروهی از آنها به اروپا و آسیا کوچ کردن. پس 115 گزینه 4 به این شکل:
شواهد باستانشناسی دلالت بر آن دارد که نخستین انسان بارها حدود 4000 سال پیش در آفریقا میزیستند و بعدها گروههای از آنها به اروپا و آسیا کوچ کردند. عین متن کتابتون پس 115 گزینه 4 116 باستانشناسان مراحل زندگی انسانهای پیش از تاریخ را بر اساس نوع اقتصاد و معیشت به دو دوره گردآوری خوراک و تولید خوراک تقسیم کردند. باستانشناسان مراحل زندگی انسانهای پیش از تاریخ را به دو دوره از نظر اقتصاد معیشت به دو دوره تقسیم کردن: گردآوری خوراک و تولید خوراک. 116 گزینه 3 111 از دگرگونی های اساسی در تاریخ زندگی بشر تأثیر چی بود؟ تمدن. از دگرگونی های اساسی در تاریخ زندگی بشر اساسی ترین شیوه یا دگرگونی یا پدیده‌ای که در زندگی انسان ها به وجود آمد تأسیس تمدن بود. اساسی ترینش تمدن بود. 117 گزینه 4 118 تقسیم بندی دوره های تاریخ زندگی بشر بر چه اساسی انجام می شود؟ سوال خود توجه بکنید. تقسیم بندی دوره های تاریخ زندگی بشر، دوره تاریخی بعد از اختراع خط بود دیگه، پس دنبال جوابی بگردید که اختراع خط توش باشه، این نوعی مرتبط باشه. گزینه 4 توانایی نوشتن برای بشر، توانایی نوشتن برای بشر. 118 گزینه 4 چون بوده دوره‌های تاریخیه یا دوره‌های تاریخ زندگی بشر. خب 118 4 119 کدام یک از موارد زیر به ویژگی های دوره گردآوری خوراک اشاره میکند؟ گردآوری خوراک از چه زمانی بود؟ با دوره گردی دانای خوراک رو به دست می آوردن دیگه. پس دوره گردی، شکار جانوران، استفاده از بال به عنوان پناهگاه، مسئله آتش، استفاده از سنگ، استخوان و چوب برای ابزارسازی، برگیری از نقاشی برای بیان احساسات و اندیشه ها، اعتقاد به نیروهای مربوط فراطبیعی. گزینه 3 119 گزینه 3 چرا؟ چون سوال گفته که دنبال جوابی بگردید که با مرحله گردآوری خوراک ارتباط داشته باشه. بهترین گزینه، گزینه 3 که با گردآوری خوراک در واقع ارتباط داره. چرا؟ گزینه 1 نه، چون گزینه یک گفته پیشرفت در فنون صیادی، این مال دوره گردآوری خوراک نیست. گزینه 2 اهلی کردن حیوانات هم مرحله بعدیه، ساختن خانه های منظم اصلا مال دوره گردآوری خوراک نیست. چرا گزینه 4 نه؟ گفته کشاورزی
کشاورزی تولید دانه‌های خوراکیه، نه گردآوری دانه ها. دقت بکنید، پس گزینه سه بهترین گزینه ایه که با گردآوری خوراک در ارتباطه. توی گزینه های دیگه من یه دلیل برای رد عموم میارم که نمیتونم درست باشم، که گزینه یک، دو و چهار رو از هر کدوم یه دلیل آوردم برای رد عموم. سوال 120، پس 119 گزینه سه. 120 یه تصویر رو نشون داده، شکل یه حیوانی رو که بیان کننده چیه؟ بیان کننده احساسات و اندیشه در دوره گردآوری خوراک، چون احساسات و اندیشه ها متعلق به دوره گردآوری خوراک بود. بله، در سوال قبلی هم توضیح دادیم. 120 گزینه یک. 121 در کدام یک از موارد زیر به ادوار زندگی انسان ها به ترتیب از دوران متأخر تا دوران متقدم، یعنی از دوران متأخر یعنی خیلی قبل تا متقدم، این دوره هر دوشما که از دوران متأخر یعنی دوره های جدید تا دوران متقدم یعنی پیشین دلالت داره یا اشاره داره؟ ببین سوال یک چی؟ جواب یک گفته که پالیم سنگی. بعد میان سنگی، بعد نو سنگی. چی گزینه یک؟ گزینه یک، گزینه یک گفته پالیم سنگی، میان سنگی، فراپالین سنگی، مسو سنگ، بعد گفتم نوسنگی. چرا گزینه یک نیست؟ چون مس بعد از نوسنگی اتفاق افتاده. گزینه سه چرا نمیتونه باشه؟ چون اول مفرق آورده که با سوال ما جور در نمیاد، یعنی مفرق آورده، مسیسند آورده، میان سندی را آورده، در صورتی که اینا رو جابجا نمیشته. گزینه چهار نمیتونه باشه چون تغییر رایت نکرده. اما گزینه دو پارین سندی یعنی خیلی قدیمی، میان سندی یعنی حد متوسط، نو سندی جدیدتر، مسو سند بعدا مفرق، مفرق بعد از اینا بوده. پس 121 گزینه دو. پس 121 گزینه دو. سوال 122 به ترتیب هر کدام از موارد زیر در کدام دوره آغاز شد؟ چند تا گزاره رو داره؟ کدوم این گزاره ها مربوط به چی دوره ایه؟ اهلی کردن حیوانات. اهلی کردن حیوانات کی بود؟ دوره سنگی بود یا نوسنگی بود؟ در دوره نوسنگی هنوز حیواناتی یاد میگرفتن اهلی بکنن. در دوره سنگ چی دوره بود؟ دوره نوسنگی یعنی مرحله بعد از دوره سنگ یا پارین سنگی. بعد دنبال جواب بگردید که توش نوسنگی باشه. خب از میان چهار تا گزینه که اهلی کردن حیوانات مال دوره نوسنگیه، فقط یه جواب اولی نوسنگی رو آورده، گزینه چهار. پس این گزینه چهار رو بسید بقیه دیگه دفعه نکنی خیال راحته. بعد استفاده از مس و استخراج طلا میشه مس و سنگ. ابدال خط نمرهای بعدی بود چی زمانی بود؟ زمانی که مفرق رو اختراع کردن.
ساختم، ساخت ابزارهای سنگی، اولین ابزاری که انسان ساخت از سنگ بود دیگه. ما چی داریم؟ پایین سنگی. پس ابزار سنگی میشه پایین سنگی. گسترش سیل آبزیان و برندگان میان سنگی بوده، میان سنگی بوده، یکی مرحله پیشرفته است پایین سنگی. کشف آتش که قدیمی تر است، مراحل دیده بوده بوده. کشف آتش ماله پایین سنگی بوده. پس از موضوع شما 122 گزینه چهار، گزینه چهار 123 دورانی تاریخی بخواسته، گفته پایین سنگی مال چی دوره ای؟ میان سنگی مال چی دوره ای؟ مفرق، نوسنگی و مسو سنگ. بیره بچه ها از میان اینا، از میان اینا پنج تا گزاره داده، اولی نه، دومی نه، چهارمی نه، پنجمی نه، وسطی یعنی مفرق. مفرق خیلی باید به من نزدیک باشه دیگه، خیلی باید به دورهای من نزدیکتر باشه. پس وسطیه رو دنبال تاریخ بگردید که به ما نزدیکتره، یعنی سومین گزینه میشه 3500 سال، یعنی 5500 سال پیش تا 3500 سال پیش. بین اینا نزدیکترین عدد اما وسطی است که مال مفرق هست. کدوم گزینه است؟ گزینه یک. پس پایین سنگی از حدوداً 1 میلیون سال پیش تا 18000 سال پیش، میان سنگی 18000 سال پیش تا 12000 سال پیش که باید کمتر بمون نزدیکتر بشه، مفرق که باید خیلی نسبت به بقیه بمون نزدیکتر باشه 5500 سال پیش تا 3500 سال پیش که کوچکترین عدده چون علمای ما نزدیکتره. بعد نوسنگی 11000 سال پیش تا 6500 سال پیش، چون نوسنگیه عدوی پایین سنگی باید جدیدتر باشه نه قدیمی‌تر. مسوسنگ در واقع در مرحله بعد از مفرق باید قرار داشته باشه، یعنی 6500 سال تا 5500 سال. پس گزینه یک، امیدوارم متوجه شده باشی که گفتم مفرق جدید بین چهار گزینه دیگه جدیدتره. مفرق یعنی پایین سنگی بوده، میان سنگی بوده، نوسنگی بوده، مس و سنگ بوده، بدن مفرق بوده، یعنی مفرق رو نزدیکتره، مفرق رو وسط آورده از بین پنج تا گزینه. شما دنبال جوابی بگردید که به مفرق بخوره و مفرق به ما نزدیکتر باشه. پس میشه 5500 سال تا 3500 سال که کوچکترین عددها هستن بین پنج گزینه. بله، پس از 23 گزینه یک، 124 باستانشناسان بر اساس چه معیاری دوره پایین سنگی را به 3 دوره میانه، قدیم و جدید تقسیم کردن؟ باستانشناسان بر چه اساسی دوره پایین سنگی و سنگ قدیم به 3 دوره میانه، قدیم، میانه و جدید تقسیم کردن؟ قدیم، میانه و جدید تقسیم کردن؟ بعضا چی؟ نوع ساده سنگی؟ پایین سنگی؟ نو سنگی؟ میان سنگی؟ خود پایین سنگی؟ به قدیمی؟ میانه؟
یعنی قدیم سنگ قدیم قدیمی میان سنگی و جدید و از حالا چی؟ نوع استفاده از سنگ 124 گزینه 3 125 جای خالیه یافته های به دست آمده از کاموش های تپه چپایدان نشان میدهد که ساکنان این سکونتگاه جز به نخستین گردآورندگان خوراک بودن. این موضوع بیانگر چی بوده؟ تقدم کشاورزی در کجا؟ در مناطق پرپایه زاگرس. خب 125 گزینه 1 یافته های به دست آمده از کاوش های تپه چبادلان نشان میدهد که ساکنان سکونتگاه جزو نخستین گردآورندگان خوراک بوده. این موضوع بیانگر تقدم کشاورزی در مناطق کوبایی زاگرس بوده. 125 گزینه 1 چای خالی‌ها رو مجبور به این شکل توضیح بدیم یا حلش کنیم. 126 کدام یک از موارد زیر مربوط به دوره نوسنگیه؟ نوسنگی نه دوره پایین سنگی، قدیمی نه جدیدتر، که زمانی که انسان ها به گردآوریه در واقع به جای گردآوری خوراک به کاشت دانای خوراکی رو آوردن. حالا بوده کدام یک از موارزی به مربوط به دوره نوسنگی می باشد؟ جواب گزینه یکه، اما چرا گزینه دو سه و چهار نیست؟ گزینه دو گفتی کشف آتش مال پایین سنگیه نه نوسنگی، پس گزینه دو نمیتونه باشه. چرا گزینه سه نه؟ گزینه سه یه بخشش درسته، کشت دانه توسط زنان این درسته، رواج تجارت اینم درسته نوسنگیه، اما کشف آتش اینم آورده تو جوابا، کشف آتش حال خراب میکنه. چرا گزینه چهار نه؟ گفته تولید پارچه، ابدای خط. ابدای خط خیلی به دوره نزدیکه، در واقع دوره بعدی تر بوده تا به نوسنگی. و تولید پارچه بعدها بوده نه در دوره به این سلسله مناطق رعایت نشده. پس گزینه یک کشت دانه توسط زنان مال دوره نوسنگیه، تولید ظروف گلی نوسنگیه، بعد تولید پارچه. پس 126 گزینه یک. 127 نخستین جوامع در گذشته چی شد؟ نخستین جوامع چی جوامعی بودن؟ جوامع جامعه، ببینید جامعه جامعه‌ای که از روی شما رو آوردن به یک جانشینی کارش چون به کشاورزی، پس دنبال جامعه کشاورزی اینجا. نخستین جوامع کشاورزی بودن در کنار چی؟ رودها. و نخستین جوامع شبانی یا چوبانی در کنار کجا بوده؟ کوها. گزینه 127 گزینه 1 نخستین جوامع جوامع کشاورزی در کنار رودها و نخستین جوامع شبانی چوبانی در کنار کوها. گزینه 2 128 کدام یک از موارد زیر از جمله پیامدهای کشاورزی نیست؟ پیامدهای کشاورزی نیست.
رواج در دیگری نظامی برای به اصابت مزام رفت به کشاورزی نداره. گزینه چهار، 128 گزینه چهار، رواج در دیگری نظامی هیچ ارتباطی با جامعه کشاورزی یا پیامدهای کشاورزی نداره. پیامد کشاورزی یعنی کشاورزی باعث به جنگ ها وجود بیاد. خب پس 128 گزینه چهار. 129، در کدام یک از مبارزی مراحل مختلف شکلگیری شهرها و تمدن به ترتیب دارد شده باشه؟ انسان ها برای ایجاد تمدن اول چه کردن؟ کشاورزی رو دامداری کردن، بعد یک جانشین شدن، بعد روستای رو جدا بودن، بعد تولید مازاد نیاز داشتن، پس کارها تخصصی شد، بعد تجارت شکل گرفت. بهترین گزینه گزینه دو. 129 گزینه دو. بله. گزینه یک ترتیب رعایت نکرده، کشاورزی رو بعدا نبرده. گزینه سه هم همینطور، کشاورزی رو بنای بعدی آورده، غلطه، این ترتیب رعایت نشده. گزینه چهار، به جای اینکه یک جانشینی رو در مرحله دوم بیاره، مرحله آخر آورده و ترتیب رعایت نشده. بهترین گزینه گزینه دو. 130، کدام یک از موارد زیر در ارتباط با بین النهرین صحیح است؟ بین النهرین کجا گفتیم؟ به تمام سرزمین های پست غرب فلات ایران دیگه، به سرزمین های پست غرب فلات ایران گفتیم بین النهرین. پس چه گزینه سه؟ 130 گزینه سه. 131، نخستین مراکز تمدنی در حدود چه سالهایی مهمترین؟ نخستین مراکز تمدنی حدود 5500 سال پیش بوده، یادتون باشه 5500 سال پیش. در کجا؟ در عراق و در جلگه خوزستان. پس گزینه چهار، 131، نخستین مراکز تمدن حدود 5500 سال پیش در عراق امروزی و جلگه خوزستان. گزینه چهار میشه. 132، نخستین شهرها در کدام منطقه به وجود اومدن و بعد چگونه به وجود اومدن؟ نخستین شهرها در جنوب بین‌النهرین بود. کدوم مناطق؟ مناطقی که کشاورزی میکردن، جمعیت اضافه شد، مازاد تولید داشتن، روستاها گسترش پیدا کردن و بعد از اونها تبدیل به شهر شدن. بعد گزینه یک، 132، یک، نخستین شهرها در جنوب بین‌النهرین بود. در چی مناطقی؟ در مناطق کشاورزی که جمعیت زیاد شد، مازاد تولید زیاد شد، روستاها گسترش پیدا کردن. گزینه یک. 133 یه تصویر رو داده که این تصویر یادتون باشه در مورد سومن هست که ساخت شهرها و حفر آبراه ها رو نشون میده. 133 تصویر مال گزینه سه، سومن، ساخت شهرها و حفر آبراه. 134، زود جای خالی. اولین شهرها، این همین در سوال بالایی داشتیم، اولین شهرها در جنوب بین‌النهرین معروف به سومه به وجود آمدن که ممکن شهرهای اونجا بودن، اور، اولوک، کیش که من کتاب بخونی بهترین شهرهای یا مهمترین شهرهای سومه بودن. 135، افسانه گیلگمش در ارتباط با یک از مظاهر تمدن. افسانه گیلگمش با اختراع خط
در ارتباط افسانه گیلگمش چون لوحه ها آوردن با اختراع خط در ارتباط 135 گزینه 4 136 کدام یک از موارد زیر در ارتباط با تمدن سومه صحیح نیست؟ صحیح نیست. گزینه یک، خدایان متعدد می‌پرستیدن و هر چهار خدایی داشت. بله. گزینه سه، کاهنان از ثروت و قدرت زیادی برخوردار بودن. اینم درسته. چهار، در آغاز کاهنان پیشوای دینی را به همراه قدرت سیاسی برای خود داشتن. اینم درسته. گزینه دو چی میگه؟ آنها معتقد بودن که خدایان انسانها را برای تکامل آفرینش آفریدن. غلطه. 136 همچنین مطلبی تو کتاب نداشتیم ما. 136 گزینه دو. 137 میگه از دولت های زیر کدومشون ضعیف شد که آشوری ها آمدن؟ آموری ها، یادتون باشه آموری ها ضعیف شدن، آشوری ها آمدن. 137 گزینه 3. 138 دوباره تصویر رو داده گفته مربوطه چی دوره ایه؟ دوره سومریان هست. این تصویر که بعد شما خواهید دید مربوط دوره سومریان هست. 139 دوباره تصویر رو داده گفته سر فرمانروای مقتدر کدوم دوره بوده؟ آکدی ها هست. اون سر مربوط به یکی از فرمانروایان قبلی آکدی هست. تصویر در واقع گزینه یک میشه. 140 آموری ها با ضعیف شدن کدوم حکومت جای اونها رو گرفتن؟ آکدی ها. پس یادتون باشه آکدی ها ضعیف شدن، آموری ها آمدن، آموری ها ضعیف شدن، آشوری ها آمدن. پس به ترتیب آکدی ها، آموری ها، آشوری ها. خب پس 140 گزینه یک، آکدی ها ضعیف شدن که آموری ها آمدن و مهمترین یا معلومترین فرمانروای آموری کیا آمدن؟ حمورابی. و 140 گزینه یک. 140 یک، مبارزه که حضرت ابراهیم علیه السلام بر ضد بت‌پرستی و ستاره پرستی بیش از هر چیزی بیان کننده چیه؟ بیان کننده رواج پرستش مظاهر طبیعی چون ستاره پرستی بوده و خدایان متعدد و عدم اعتقاد به یکتا پرستی در بین المللی. بله یکتا پرست نبودن، خدایان متعدد میپرستیدن مخصوصا مظاهر طبیعی رو مانند بت‌پرستی یعنی ستاره پرستی و اصلاح بت‌پرستی. 141 142 دوباره جای خالی داره. در حدود 2400 قبل میلاد قوم آکدی که در مرکز بین‌المللی می‌زیستن، پس شما باید ببینید کدوم قوم بودن که در مرکز بین‌المللی می‌زیستن. آکدی‌ها بودن که در مرکز بین‌المللی می‌زیستن. فرمانده اونا سالگون بود به کدوم کشورا مسلط شدن؟ بر سومر مسلط شدن و قلمرو خودشون از سواحل شرقی دریای مدیترانه تا پای زاگرس به اصطلاح گسترش دادن یا امتداد دادن. 143 مثلا 142 گزینه یک، 2400 ساله 2400 ساله از میلاد قوم آکدی که مرکز جنوب بیرمان میزیستن به فرمانده یک فرمانده شمسون مثلا سالگون بوده بر کشور سومر تصدق پیدا کردن و قلمرو خودشون رو از سواحل شرقی دریای مدیترانه تا پایزاد روز امتداد دادن.
143 حدود 1900 قبل میلاد کیا قدرت گرفتن؟ که قدرت خدا در مرکز بین‌النهرین گسترش دادن. آموری ها چرا؟ چون آموری ها میگه جای آکدی ها نگرفتن میگه آکدی ها میگه در مرکز بین‌النهرین زندگی نمی کردن. وقتی آکدی ها در مرکز بین‌النهرین باشن آموری ها اونها شکست بدن پس جای اونها رو گرفتن میگه پس اینا میشه مرکز بین‌النهرین. پس میشه آموری ها و سلسله چی تشکیل دادن؟ بابل قدیم رو یادتون باشه حمورابی، بابل قدیم و آموری در یک سلسله مراتب قرار میگیرن در یک رنگ رنج قرار میگیرن چون حمورابی پادشاه رو که مشروطه فرمانی ما یا که حمورابی بودی که از کردن بردن پس با شکست آکدی ها توسط آموری ها آموری ها مستقر شدن در مرکز بین‌النهرین سلسله بابل قدیم رو ایجاد کردن که فرمانروای مشکونا حمورابی بوده. 144 144 کدام یک از موارد زیر در ارتباط با حمورابی صحیح نیست؟ صحیح نیست. گفته اقدامات مهمی در زمینه کشورداری انجام داده. این درسته. شیوه حکومتی بر قدرت و اختیار فراوان شاه. اینم درسته. مقام پادشاهی خیلی از جانب خدا میدونست. اینم درسته. گزینه چهار ببینید. بخش عمده از شهرت وی به خاطر ایجاد نخستین دولت در صورتی که شهرت حمورابی به خاطر قانونش بوده نه ایجاد نخستین دولت. پس در واقع 144 گزینه چهار صحیح نیست. 145 نخستین سند قانون گذاری بچه ها یادتون باشه مال حمورابی بوده پس گزینه دو هر گزینه که اول حمورابی رو داشته باشه درسته از این چهار تا فقط گزینه دو حمورابی داره پس بقیه میشه چی؟ قانون حمورابی در مورد چی بود؟ ازدواج خیلی فروشی بنده مجازات ها جرم جنایی ها 145 گزینه دو 146 مهمترین عامل در ایجاد تمدن مصر چی پدیده ای باعث ایجاد تمدن مصر شد؟ رود نیل رود نیل گزینه سه 147 مصر از کدام دلیل در معرض هجوم بیرونی یا دشمن خارجی قرار میگرفت؟ از طریق شرق جزیره سینا در شمال شرقی مصر بچه ها یادتون باشه شما آفریقا رو در نظر میگیرید اصلا نقشه جهان نظر میگیرید نقشه جهان آسیا اروپا آفریقا آفریقا زیر اروپا قرار میگیره آفریقا زیر اروپا قرار میگیره پس شمال شرقی آفریقا میخوره به سر زمینهای آسیایی ببین آسیا اینجا میکشن آسیا اروپا آفریقا پس شمال شرقیه شمال شرقی آفریقا میخوره به سرزمین آسیایی که میشه شبه جزیره سینا شبه جزیره سینا که اونجا در واقع قبل از اینکه کانال سوئز رو بزنن و دریای سرخ رو به دریای مدیترانه وصل بکنن خشکی بوده که میتونستن از آفریقا این از مصر و کشورهای دیگه بیان وارد آسیا بشن بعدن تنبیه در واقع کانال سوئز رو زدن که خشکی ها رو جدایی انداختن در واقع خشکی آسیایی و آفریقایی رو که کانال سوئز از دوره هخامنشیان در واقع بوده و دریای سرخ به دریای مدیترانه وصل میکرد پس 147 گزینه یک 148 فرعون ها یا فراعنه برای اداره امور کشور از کیا استفاده میکردن؟ از وزیر بیش عنوان چی میدادن؟ عنوان کارگزار کل کشور وزیفه این کارگزار کل کشور چی بود؟
اداره مالی و قضایی بوده که اموره که اداره اموره اداره و مالی قضایی ماله کارگزار کارگزار یا هم وزیر بوده 148 گزینه 4 148 گزینه 4 یعنی فراهنه برای اداره امور کشور از وزیر یا شخصی به عنوان کارگزار کل کشور استفاده میکردن که مسئولیت اداره امور اداری مالی و قضایی را داشت. 149 دلیل این که مردم مصر خدایانشون رو مهربانتر و دوستانتر از خدایان سومر میدونستن چی بود؟ چون اونا به خاطر یعنی مسیحا به خاطر وجود رود نیل زندگی خوبی نسبت به مردم کشورهای دیگه داشتن و این زندگی خوبشون رو مدیون رود نیل بودن و رود نیل رو هم مدیون خدایان خودشون بودن. میگفتن خدایان مصر به ما توجه بیشتری کرده که همچنین رو به ما داده، پس خدای ما بهتر و مهربانتر از خدایان سومره. پس میشه گزینه دو آسانتر و مطبوعتر بودن زندگی در اطراف اونی نسبت به کنارهای دجه و فرات. به این دلیل که خداوند همچنین رو بهشون داده بود اینا میگفتن که خدای ما از خدای سومری ها مهربانتره چون زندگی بهتری داشته. 150 یه نقاشی را آورده میگه که بیانگر چیه؟ نقاشی زید مربوط به کدام تمدن و چی نوع فعالیتی نرو نشون میده. تمدن تمدن مثل فعالیت فعالیت کشاورزی این نقاشیه مربوط به تمدن مثل فعالیت کشاورزی رو نشون میده. 150 گزینه 4 151 یکی از فراینه دوره بخواد بگید که یکی از این فراینه یگانه پرستی رو بین مسیحا آورد. اون کی بود؟ این نقمت کتابتون آمنهاتف چهارم رو دیگه. پس یکی از فراینه آمنهاتف مال دوره جدید مصر بوده. مصر سه تا دوره داشته، قدیم، میانه، جدید. آمنهوتپی که یگانه پرستی رو به شکل پرستش خورشید به مردم معرفی کرد مال مصر جدیده، یادتون باشه. پس گزینه یک یکی از فرمانهای دوره جدید به نام آمنهوتپ چهارم کوشی یگانه پرستی را در شکل پرستش خدای خورشید در مصر رواج دارم. خب 151 گزینه یک 152 مومیایی کردن اجساد اجساد فراینه نشان از کدام عقیده مسیحا داره؟ اعتقاد به زندگی پس از مرگ دیگه. به این مسیحا نمیگفتن که بعد از اینکه انسان میمیره موقتا روح از بدن جدا میشه؟ اگه مثل که دیگه اگه فیلم هایی که قبل ما تدریس کردن گوش کرده باشی این فیلم ها رو میده باشی فیلم ضبطی ها رو من توضیح داده بودم. مسیحا میگن به مثل این که یکی میمیره موقتا روح از بدن جدا میشه بعد از مدت دوباره برمیگرده مومیایی میکنه که این مرده رو جسمش رو نگه داره که روح بعدا بهش برگرده و این نشانه اعتقادشون به این بود که انسان بعد از مرگ دوباره زنده میشه. پس مومیایی کردن اعتقاد به زندگی پس از مرگ. 152 گزینه 3 153 چند گزاره رو داده گفته که مردم چی دورهایی در مصر چی دورهایی در مصر رو شامل میشه. هجوم هکسوس ها
مال دوره پادشاهی میانه است. هکسوس ها در مصر مال دوره پادشاهی میانه است. اهرام سگانه مال پادشاهی قدیم، پادشاهی قدیم بوده که اهرام ساختن. برپایی معابد زیبا و مجسمه‌های بزرگ مال پادشاهی جدیده، مال پادشاهی جدیده. و فتح مصر توسط هخامنشیان مال پادشاهی جدیده. پس هجوم هکسوس ها مال دوره پادشاهی میانه در مصر. هکسوس ها پادشاهی میانه، اهرام مصر پادشاهی قدیم. برپایی معابد زیبا پادشاهی جدید. فتح مصر توسط هخامنشیان پادشاهی جدید در مصر اتفاق افتاده. سوال بعدی 153 گزینه 3، 154 یکی از دست آمدهای برجسته تمدن مصر مثل باستان ابداع دو تا خط بود. کی بود؟ هیروگلیف و دموتیک. پس 154 گزینه 3 این مثل کتابتون دو تا خط مصری ها چی داشت؟ هیروگلیف و دموتیک. هیروگلیف مال معابد و پادشاهان رو نمیدونم کاخ های اینا بوده. دموتیک دیگه به مرحله پایین تر میکنم در تجارت رو کنم از این یعنی در طبقه پایین تر از هم دیگه برداشت جایی معمولی ازش سوال میکنم. آخرین سواله دست چهار، تست دست چهار تاریخ دهم تصویر رو نشون داده، تصویر اهرام مصر رو نشون داده، دو تا اهرام رو نشون داده. مربوط به کدام دوران؟ در سوال قبلی من گفتم اهرام مصر به چی دوره بوده؟ پادشاهی مصر قدیم بود، مصر میانه بود، مصر جدید. توضیح داده بودم مصر قدیم. پس ساخت اهرام مصر مال پادشاهی قدیم بوده، پادشاهی قدیم در مصر. خب این هم از آخرین در واقع سوال تست درس چهار. امیدوارم که مورد توجه شما واقع شده باشه. متن کتاب خوب بخونید، به صورت نکته‌ای بخونید، ریز بخونید و بعد مراجعه بکنید به فیلم هایی که در واقع ضبط شده و من تدریس کردم یا تست کار کردم. ما وقت مراجعه کنیم به این تست ها میبینی که راه حل واسه شما خیلی آسان خواهد شد و بهتر یاد میگیرید. تست های درس پنج رو انشالله در جلسات آینده به شما خواهم گفت و کم کم همراه با درس تست هم بیم جلو که از بودو شما بهتر میتونید یاد بگیرید. پس شما از شما خواهش میکنم با خواهش هم اینه که فرض کن میخواید تست های درس یک رو گوش بدید یا فیلم ضبط شده شو نگاه بکنید، اول متن درس رو فیلمش رو گوش بدید. پس اول درس رو گوش میدی، من چطور توضیح دادم، بعد توضیحات من میریم سراغ تست ها، بعد فیلم مربوط به تست رو گوش میدید. اون لحظه شما هم متن بخونید یا فیلم مربوط به درس یک رو گوش کردید، بعد میاد تست مربوط به درس یک رو گوش میدید. قشنگتر این تست بزنید درس دو همینطور، درس در کنارش تست، درس سه هم درس گوش بدید در کنار تست می دارید، درس چهار به الاخر. فعلا که تا درس چهار اومدیم تدریس هم جلوتر از تست هاست، تدریس پنج شیش درس نستدیم. اما به اصطلاح تست
تا دست چهار اومدیم. امیدوارم که مورد توجه شما واقع شده باشه. موفق و معلم باشید.